این جشنواره از 16 سپتامبر یعنی 26 شهریور مصادف با سالگرد جنبش زن زندگی آزادی جنبش مهسا ژینا امینی برگزار خواهد شد در کشور سوئد استکهلم، استرالیا بریزبن، آمریکا شیکاگو و کانادا فعلا اتاوا هست. سال اولیه که برگزار میشه. حدود 2 ماه داورای بخش اولیه حدود 2500 تا فیلم دیدند و از بین این 2500 تا 28 فیلم برگزیده شده در 4 قسمت: بخش سینمایی تجربی، مستند و داستانی و همینطور نقاشی متحرک. داوران جشنواره ما از رئیس هیئت داوران شروع میکنم، خانم مرجان ساتراپی هستند. داوران دیگه ما که کلن 7 نفر هستند که باید فرد باشن: خانم پالیزبان، مریم پالیزبان، مریم کشاورز، ماری کامرون از استرالیا، پویا محسنی، اشکان خطیبی و پگاه آهنگرانی هستند. این جشنواره 6 روز برگزار میشه و جوایزی که در نظر گرفتن دیپلم افتخار هست و جوایز نقدی. فعلا قراره که $1000 در واقع در نظر گرفتن که انجام بشه. برگزار کننده اصلی این جشنواره خب به همت کانون هنرمندان برون مرز هست و خیلی از اعضای هیئت داوران کمکمون کردن. آقای حسین خندان هستن از شیکاگو و قراره که به صورت آنلاین در این 4 مکانی که گفتم جشنواره برگزار بشه. به خاطر زنان خب اولویتمون فعالیت زنها هست و مبارزشون و اقلیت‌های دنیا. خیلی این خبر خوش رو بدم که فیلم داریم از ایران که حالا به دلایل امنیتی فعلا نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی این نوید رو میدم که بچه‌ای از ایران هم فیلم هاشون هست. امیدواریم که اتفاق خیلی بزرگی بیفته در سالهای آینده. این سال اول هست از گروه‌های فرهنگی هنری هر کشوری که بتونن بهمون کمک بکنن برای هماهنگی دست همکاری دراز کردیم و کسانی که دوست دارن در کانون ما عضو بشن، عضو کانون هنرمندان برون مرز فیلم و سینما و تئاتر برون مرز میتونن که به صفحه اینستاگرام ما بپیوندن و بعد از خوندن اساسنامه جزو اعضای افتخاری و اعضای عادی ما بشن. قرار اتفاق خیلی بزرگی بیفته. فعلا اولیش برگزاری این جشنواره هست که به مناسبت دو سالگی انقلاب مهسا است. یک روزنه امیدی هست برای کسانی که حق نفس کشیدن ندارن، فیلم های زیرزمینی ساختن، برای ارائهش به مشکل خوردن و صداشون رو میتونیم به همه دنیا برسونیم با زیرنویس و با زمانهای کوتاهی که دارن. زیر 1 ساعت هست این فیلم ها و این یک فرصت خیلی خوبه، یک انگیزهی میده به هنرمندان داخل کشور. من فکر میکنم امیدی میده برای سالهای آینده، برای مبارزشون، برای هنری که دارن زحمت میکشن. حالا به هر طریقی بیشتر خب سینما رو میتونیم در واقع، چون سینما به صورت این هستش که ضبط میشه و قابل دیدن و جشنواره است، خیلی آسونتره برای پخشش کمک بکنیم و ممکنه که تهیه کننده هایی پیدا بشن برای اکرانش. حالا نمیدونم به چه صورتی هست، ولی امیدوارم که هیچ اتفاق خاصی براشون نیفته و بتونن که سکوی جوایز رو از ایران بیشتر دریافت بکنن. فکر میکنم برای تئاتر هم خیلی خوبه که این اتفاق بیفته، حالا نمیدونم به چه صورتی، ولی برنامه هایی که داریم برای کانون احتمالاً مستر کلاس هایی داریم برای تبادل اطلاعات. بانک اطلاعاتی هنرمندان رو میخوایم بگذاریم و کلن ثبت کانون چون در سوئد برگزار شده، برنامه های آینده‌ای داریم برای برگزاری جشنواره های تئاتر و فیلم و این خیلی نوید بخشه حتی به کسانی که ایران هستند و صدای قوی ندارن برای ارائه. من خودم خیلی دوست داشتم فیلم سازانی که این شهامت رو داشتن تا فیلم هایی رو بسازن که برخلاف
قوانین جمهوری اسلامی بوده بتونن یک اکرانی داشته باشن در خارج از کشور و هر کمکی که از دست کانون ما برمیاد براشون انجام بدیم. این یه حرکت بزرگیه، احتیاج به جسارت خاصی داشته، همینطور که شما خودتون شاهد بودین آقای رسولوف چقدر تلاش کردن که حتی از کشور با توجه به احکامی که براشون صادر شده بود خارج بشن و این یک فرصتیه که این اتفاق بیشتر بیفته. من امیدوارم فیلمسازهای بیشتری جرأت و جسارت عرضه فیلمهاشون رو داشته باشن.